سلام، امیر هستم از مونترال کانادا. امروز میخوام در مورد خرید ماشین دست دوم صحبت بکنم. خب من یه ذره اطلاعاتی در این مورد دارم، چون که این 2 سالی که دارم توی کانادا زندگی میکنم، در کنار درسی که دارم میخونم، خب یه سری کارا انجام میدم. حالا یه دونش که کار کردن توی آمازونه که قبلا براش ویدیو هم درست کردم، لینک ویدیوهاش همین بالا میذارم، میتونید ببینید ویدیو رو. یکی از کارهایی که میکنم اینه که خرید و فروش ماشین دست دوم میکنم و با یکی از دیلرشیپ های معروف اینجا دارم کار میکنم. شاید دیدن این ویدیو بد نباشه برای شما که حالا شاید تو ایران هستید و میخواهید مقایسه بکنید قیمت ماشینا چطوره، شرایط ماشین داشتن چطوریه تو کانادا و شمایی که اینجا میخواید ماشین بخرید. خب اول اصلا باید بگم که شرایط ماشین نو و ماشین صفر کیلومتر توی کانادا یه مقداری تو این 2-3 سال به هم ریخته. یعنی که خب ماشین صفر نیستش توی نمایندگی ها و شما اگر ماشین صفر کیلومتر بخواید بخرید، باید برید اونجا توی ویتینگ لیست اسمتون رو بنویسید و یه 5-6 ماه، 7-8 ماهی مثلا شاید طول بکشه تا ماشین رو بهتون تحویل بدن. یکی از علت هایی که من شنیدم ماشین صفر کیلومتر نیستش توی بازار اینه که این قطعات الکترونیکی و این چیپ هایی که داخل خودروها به کار میره بعد از کرونا به علت اون سوپر تداخل توی زنجیره تامین توی بازار کم هستش و خب ماشین هم کمتر تولید میشه. یه علتش اینه ظاهرا. و اینکه قیمت ها هم یه ذره بالاتر رفته از 2-3 سال پیش تا الان، قیمت ماشین 0 کیلومتر. ولی خب قیمت کم بوده مقدارش، مثلا شاید بگم 5%، 10%. چیزی که خیلی قیمتش رفته بالا قیمت ماشین دست دومه، چون ماشین نو توی بازار نیست و کم شده. مثلا ماشین الان 2023 هستیم، مثلا ماشین 2021 که 2 سال کار کرده الان به قیمت نوع اون ماشین توی بازار داره خرید و فروش میشه. یه مشکلی که الان بازار ماشین های دست دوم پیدا کرده توی کانادا اینه. و در مورد این میگم که کلن ماشین دست دوم چه ماشینی خوبه بخریم، چه کار باید کرد میخوام توضیح بدم. این که ببینید ماشین دست دوم اینجا ماشین قدیمی هم هست دیگه. خیلی هم میان قیمت ها رو مقایسه میکنن، میگن که مثلا تو کانادا ماشین خیلی ارزونه، میگن که مثلا با 5000 دلار تو کانادا چه ماشینی میشه خرید. یه آپشنای مثلا میدن هوندا، نمیدونم تویوتا فلان یا مرسدس فلان، مثلا 2007-8 قیمتش همین قده. و مثلا تو ایران خب مثلا پراید میشه خرید. ولی چیزی که هست اینجا این ماشینه که مثال میزنن 5000 دلار، 7000 دلار، 10000 دلار، اینا واقعا ماشینی نیستش که بشه اعتماد کرد بهش، رفت اون ماشین رو خرید و ازش استفاده کرد بدون هیچ دغدغه ای. اصلا اینجوری نیست. چیزی که من میبینم توی کانادا، ماشین اینجا استهلاکش خیلی بالاتر از ماشینی که توی ایرانه، به علت رطوبت هوا، به علت این برفای زیادی که میاد و نمیدونم نمک و اینجور چیزا میریزن تو خیابون که برفا آب بشه. اینا خیلی بدنه ماشین رو سریعتر چیز میکنه، بدنه ماشین میپوسه اینجا و زنگ میزنه. و خیلی یعنی ماشینی که مثلا اینجا 2010 2012 توی کانادا به اندازه ماشینی که مثلا مدل 2000 شاید توی ایران باشه در و داغون شده. اینجا خیلی ماشینا زود از هم میپاشن و چون خیلی اینجا هزینه تعمیر و نگهداری ماشین بالاست، واقعا نمیصرفه اون ماشینای مدلای 2010 2012 2007 2008 اینا رو سوار شد. من تجربهش رو دارم. اینجا خب خیلی هزینه نگهداری ماشین خیلی زیاده. مثلا شما یه لنت ماشین رو میرید عوض میکنید، یه چیزی نزدیک باید 100 دلار 150 دلار نسبت به حالا ماشینتون دیگه، مثلا تویوتا و هوندا این قیمت هاست. اگر مرسدس باشه، بی ام دبلیو باشه، خب مثلا این مدل 2007-8ش رو میشه مثلا با 8000 دلار با 10000 دلار خرید، ولی قیمت عوض کردن لنتش مثلا 300 دلاره. خب این خیلی قیمت خیلی خیلی زیاده و هر کسی از پس هزینه های این ماشینا بر نمیاد. برای همین اینجوری نیستش که مثلا اینجام آدما خیلی پولدار باشن دیگه، هر 6-7 سال مثلا یه بار برن ماشینشون رو عوض بکنن. نه اینجوری نیست واقعا. واقعیتش اینه اون ماشینایی که 6-7 سال 8 سال 9 سال کار میکنن دیگه ارزش نگهداری ندارن. یعنی اینکه هزینه ای که بابتشون باید قراره بشه، مثلا ماهی 500 دلار ماهی 700 دلار خرج خرابی و تعمیرشون بشه، خب به صرفه تر اینه که بری مثلا ماشین قسطی نو بخری، اون ماهی 500 دلار رو پول قسطی ماشین نو رو بدی. به همین دلیله که مردم اینجا ماشینای نو میرن میخرن. خب از تعمیرات ماشین گفتم، اینجا خیلی ماشین رو به اون شکلی که ما توی ایران تعمیر میکنیم تعمیر نمیکنن. مثلا چی؟ مثلا اینجا اگر تصادف شما بکنید نمیان مثل صافکارهای توی ایران با ضربه زدن مثلا صافش بکنن، نمیدونم گریسی میگفتن چی میگفتن اسمشو،
این کارو نمیان بکنن. مثلا اینکه اگر موتور ماشین خراب بشه نمیان موتور رو باز کنن، رینگ و پیستون و این دو چیزا رو عوض بکنن، کل موتور رو عوض میکنن. چون اینجا اون کسی که داره روی ماشین کار میکنه و مکانیکه با خودش حساب میکنه که باید ساعتی 80 دلار 100 دلار در بیاره و باز کردن یه موتور و تعمیر کردنش مثلا اگر نمیدونم 20 ساعت یا 30 ساعت مثلا زمان بذره، خب میشه 3000 دلار فقط اجرت اون مکانیک میشه، حالا قطعات و اینام که هزینهش به کنار. برای همینه که خب مردم میرن اون موتور رو نو میخرن، یعنی هزینه مثلا قیمت یه موتور نو مثلا سانتافه مثلا 4000 دلار، طرف میره موتور نو رو میخره میذاره توی ماشین، دیگه کسی اینجا تعمیر نمیکنه به علت بالا بودن اجرت تعمیرکارها. و برای همینم است که میگم اینجا خیلی ماشینای قدیمی اصلا به صرفه نیست خریدشون، مگر اینکه خب دیگه کسی واقعا پول نداشته باشه و مثلا بخواد 5000 دلار 7000 دلار نمیدونم 8000 دلار هزینه بکنه و مجبور بشه مثلا بره ماشین قدیمی بخره، که خب میگم هزینه هاش خیلی بالاست. و من بعضی وقتا دیدم که دوستانم خریدن اینجور ماشینا رو و ماشین موتورش مثلا سوخته و دیگه ارزش تعمیر نداشته، خب مجبور شدن اون ماشین رو توتال کنن و بدن به این چیزا، ببرن قبرستون ماشین و ماشین رو معدومش بکنن. خب حالا اگر در کانادا هستید و میخواهید بدونید که چطور چه ماشین دست دومی بخرید، باید بهتون بگم که اینجا ماشینایی که خیلی رپیوتیشن خوبی دارن، خیلی محبوب هستن، خیلی فروششون هم راحت، اگر بخرید بعدا راحت تر میتونید بفروشیدشون و قطعاتش نسبتا ارزون تره و ماشین کم استهلاکتر و با دوام تره، معمولا دو تا برند تویوتا و هونداس اینجا که خیلی محبوب هستن و انصافا هم ماشین خوبی هستن. فقط موقع خریدش باید خیلی حواستون رو جمع بکنید که ماشین خیلی پوسیدگی نداشته باشه، مشکل گیربوکس و یا موتور نداشته باشه. اینا رو از کجا بفهمید؟ میتونید اینا رو ببرید به یه مکانیکی اگر آشنا دارید، یا ببرید کنیدین تایر، اونجا با هزینه 100 120 دلار فکر میکنم میگیرن و ماشین رو اینسپکشن میکنن و شما میتونید مطمئن باشید که این ماشین مشکل موتور و نمیدونم ترانسمیشن و ساسپنشن و این دو چیزا نداره که بعدا دچار دردسر نشید، چون هزینه تعمیراتش به شدت بالاست و یه موقع میبینید که ماشین رو میخرید و ماشین مشکلات اساسی داره، ماشینی که مثلا 5-6000 دلار براش پول دادید مجبور میشین به 400 دلار بفروشینش. پس حواستون برای این قضیه خیلی جمع باشه و ترجیحاً هم ماشینی بخرید که خب مصرف بنزینش کم باشه دیگه، اینجا بنزین گرونه، الان مخصوصا خیلی گرونه. من موقعی که اومدم کانادا دادم 1 دلار و 100 مثلا 15 سنت بود، 1 دلار و 15 سنت بود، الان 170، 1 دلار و 70 سنت. خب خیلی گرونه و این خب یه ذره ما رو محدود میکنه این هزینه که ماشین رو بخریم که مصرف بنزین کمتری داره، که خب همون گزینه های مثل تویوتا کورولا، مثل هیوندا های مثلا النترا، نمیدونم هوندا سیویک، هوندا آکورد، اینا ها میتونن گزینه های خوب و کم مصرفی باشن. و یه چیزی رو بهتون در کل بگم که به نظر من کانادا کشوری نیستش که سوار ماشین دهب و داغون و قرازه بشید، چون واقعا میگم ضررش خیلی زیاده و شما رو توی چاه میندازه. یعنی یه کاری میکنه که هر چی پول در بیارید مجبور بشید که همش برای اون ماشین خرج بکنید و پس تا میتونید ماشین کار کرده خیلی مدل پایین نخرید، حتما به کیلومترش نگاه بکنید. کیلومترهای معمولا بالای 130-140 تا دیگه ماشین تمومه دیگه، خلاصه کارش تمومه، دنبالش نرید خیلی. سعی کنید اگر ماشین دست دوم میخرید در حدود 50-60000 تا 70000 تا یا دیگه ماکسیمم 100000 کیلومتر مثلا اگر روش باشه باز میشه بهش اعتماد کرد، خوب ماشین خیلی کار نکرده. این خیلی مهمه، پس خیلی گول این نمایشگاه دار و اینا رو نخورید اینجا، چون دقیقا رفتار نمایشگاه دارای کانادا این چیزی که من متوجه شدم کاملا مثل نمایشگاه دارای ایرانه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی همین جوری میان ماشین رو براتون رنگش میکنن، خوشگلش میکنن، زنگاشو میان موقتا یه چیزی روش یه بتونه میکشن رنگ میکنن، موقتا میپوشونن که شما نبینید، اینقدر از این کارا میکنن و به شما یه ماشین میفروشن. وقتی میرید خونه میبینید که این ماشین نیست که برای شما کار بکنه، یا نمیدونم کمک زندگیتون باشه، بتونید باش تو اوبر کار بکنید، اوبر ایتس کار بکنید و هزینهش بیشتر از درآمدش. خب این مسئله رو هم بهتون بگم اگر میخواید یه مقایسه داشته باشید که اینجا با چقدر درآمد مثلا میشه ماشین خوب خرید و با چه درآمدی چطور ماشینی میشه خرید اینجا. برای خریدن ماشینای نمیدونم
مرسدس و بی ام دبلیو و نمیدونم ماشینایی که قیمتاشون معمولا زیاده، بالای 45,000 دلار 60,000 دلار قیمتشون هست و در ایران که هستیم دوست داریم بریم اینجا و از این ماشینا بخریم اینجا، خب اینو باید بهتون بگم که خرید این ماشینا خیلی برای همه مقدور نیست. مثلا شما با کار کارگری، حتی با کار کارمندی، مثلا حقوق در سال نمیدونم 70,000 دلار 80,000 دلار اینجور ماشینا رو خریدن خیلی سخته، چون قسطاش زیاده، باید ماهی 1,200 دلار اینطورا مثلا پول قسط بدید و اگر نمیدونم قصد اینو دارید که خونه بخرید، خب باید بی خیال خونه بشید، به جاش مثلا یه ماشین اینجوری بخرید. و اینو بهتون میگم که خیلی این مقدور نیست برای همه آدما که اینجا هر کسی دوست داشت مثلا فردا بره بی ام دبلیو بخره. آره میتونه بره بخره، ولی باید از 1000 هزینه دیگه‌ش هم بزنه دیگه. اینجوری نیستش که خرید اینجور ماشینا برای همه مقدور باشه. ولی خب خرید مثلا ماشینای اکونومی تر، ماشینایی که ارزان‌ترن، مثل تویوتا کورولا، مثل هیوندای الانترا، نمیدونم هیوندای اکسنت، مثل اینجور ماشینا، ولی خریدش راحته، بر همه میتونم راحت از پس قسطاش بر بیان با کارهای حداقل حقوق. آره میشه و معمولا هم شما اگر اینجا کارگر یا کارمند اینجور چیزا باشید، از اینجور شغلا داشته باشید با درآمد مثلا سالی 70-80,000 تا، بیشتر اینا ماشینایی هستن که میتونید بهش فکر بکنید، نه ماشینای خیلی گرون قیمت. ولی خب داشتنشون هم میتونه آرزو نباشه براتون، اگر میخواین مقایسه داشته باشید با ایران، بالاخره قسطی میتونید اون ماشین رو بخرید، 6 ماه یه سال دو سال سوارش بشید و بفروشیدش. چیزی که در ایران فکر میکنم بر خیلی اصلا قابل تصور نیستش که بهش حتی فکر بکنم. خب در ادامه ویدیو با من باشید تا چند تا ماشین دست دوم کار کرده رو بهتون نشون بدم و قیمتاشون رو هم با هم بررسی بکنیم تا بتونید مقایسه بهتری داشته باشید. خب اینجا نمایندگی ماشین کدیلاک، شوی و جی ام سی و بیوک هستش. البته خب من ماشین دیگه هم اینجا میفروشم، مثلا این ماشین همشون فروشیه، کیا هست، هاندا هست، فورد هم دارن. و اگر قیمت ها رو میخواییم بدونید، مثلا این نیسان 16,000 دلار مدلش 2015، این فورد 10,000 تاست مدلش 2012، این کیا سول 11,000 دلار مدلش 2015، قیمت حدودی چند تا ماشین رو بهتون میگم. مثلا این آودی Q5 قیمتش حدود 40,000 دلار رنج رو به بس این مدلش داره، مثلا اگر 2020 باشه حدود 37,000 دلار قیمت اون رو زرگی میتر از اینه. مثلا این هاندا سیوی که 2019-20 اگر باشه قیمتش نزدیک 25,000 دلاره. و مثلا این ماشین جیپ رانگلر رو می‌بینیم که قیمتش چیزی دیگه نزدیک صفرش که نزدیک 5,000 تا شروع میشه، ولی این ماشین منوال دندرش مثلا حدود بس این مدل داره دیگه 20,000 تا 25,000 تا 18,000 تا بس این مدلش داره. 2016 شو میشه با 23,000 تا خرید و قیمت ها مثلا این لندروور دیسکاوری قیمتش حدود 40,000 دلار مثلا مدل 2019 یا 20ش قیمتش داره. یه ماشین تقریبا میشه گفت لاکچری محسوب میشه. این هوندا سیویک هم 2019ش 2020ش قیمتش حدود 22,000-23,000 دلار حدودا. از سیوی داره دیگه، ماشین چه آپشنایی داره. مثلا ببینید اکثر ماشینایی که تو کانادا می‌بینید اینجوری مگ ندارن دیگه، رینگ ندارن، این آپشنای اضافه است. شما اگر بخواید ماشین اینا دو تاشون هوندا سیویک هم دیگه، اگر بخواید ماشین رو با رینگ داشته باشید باید یه پول اضافه‌ای بدید.
و همینطور صندلی چرم. مثلا بای دیفالت اینو تو ایران وقتی وارد میشد شرکتی یا وارداتی روکش صندلی چرم بود، یه سری آپشن ها رو داره، ولی اینجا مثلا بهتون نشون بدم، ببینید صندلیش پارچه است، صندلی چرم نداره. و یه سری چیزه که توی ایران رو ماشین ها آلردی بود، اینجا خب مثلا این ماشین سانروف داره ولی این سیری که کنداری رو که رینگ نداره رو ببینید، سانروف هم نداره. یا استارتر اکثر ماشین ها ندارن، با سویش روشن میشن. این آپشن ها آپشن های خریدنی بود. مثلا این فکر میکنم این ماشین مثلا مقایسهش جالب باشه، چون تو ایران هم هست، مدلش 2006 و 2007 فکر میکنم، قیمتش 4000 دلاره، مدلش 2004ه. خب قیمتش خیلی ارزون تره، ولی خب قطعا هزینه های تعمیراتش انقدر زیاده که کسی سراغ این ماشین نمیره. خب اینم یه BMW سری 3 330i با موتور 3000 CC هستش. قیمت این ماشین مثلا در کانادا چیزی نزدیک 40,000 دلاره. البته به ترین ماشین خیلی بستگی داره دیگه، ترینش لو باشه، استاندارد باشه یا های باشه. منظورم از اون آپشنایی که داره به این ماشین، خب آپشناش استاندارده. داخلش هم بخوام بهتون نشون بدم، صدای خوشگلی داره این ماشین. و این هم از آپشناش، آپشن SOS داره اینجا و چارجر وایرلس داره، سه تا حالت اسپورت، کامفورت و اکو داره، اوتو هولد داره. و میگم آپشناش اینا بیسیکه دیگه، یه ذره مموری صندلی داره. اینجایی که اومدم و بهتون نشون دادم یه مرکز حراج، یکی از بزرگترین مراکز حراج اتومبیل در کانادا است به اسم آدسا، اسم کمپانیش آدسا است. و گفتم که شاید بد نباشه حالا که امروز اومدم اینجا یه ذره اطلاعاتی دارم که در مورد خرید ماشین دست دوم شاید کمکتون بکنه. من خب 2 سال تقریبا کانادا زندگی میکنم و دارم درس میخونم اینجا، مستر پروجکت منیجمنت میخونم. در کنار درسم خب خیلی کارهای مختلف تا الان کردم. یکی از کارهایی که یه سال دارم اینجا انجام میدم خرید و فروش ماشینه. و اینکه این آدسا که خب افراد معمولی که نمیتونن از اینجا خرید بکنن، اینجا بیشتر مال چیزه، برای دیلراست، برای کسایی که کارشون خرید و فروش ماشینه. اینجا یه مبلغی رو به عنوان ممبرشیپ سالیانه میدن، حق عضویتی سالیانه اینجا میدن تا بتونن ماشین خرید و فروش بکنن و توی آکشن ها و حراجی ها شرکت بکنن. و خب قیمتی که از اینجا میشه ماشین خرید قطعا پایین تره، ولی میگم دسترسی برای هر کسی باز نیست که اینجا ماشین بخره. و اگر مثلا ماشینی که 30,000 تا شاید قیمتش باشه برای مصرف کننده، اینجا مثلا میشه با 27,000 دلار، 28,000 دلار، 2,000-3,000 دلاری مثلا زیر قیمت میشه خرید اینجا. ولی خب عرض کردم اینجا فقط واسه بیلراست. خدمتون عرض کنم که ماشین دست دوم رو شما با چند روش مختلف میتونید بخرید. یکی این که خودتون برید توی فیسبوک، مارکت پلیس فیسبوک، حالا برای دوستان که شاید ایران هستن براشون سوال باشه بگم که مارکت پلیس فیسبوک یه چیزی مثل دیوار خودمونه، ولی خب این آپشن فیسبوک برای کسانی که ایران زندگی میکنن فعال نیست، برای همین شاید اطلاع نداشته باشن که چیه. و یا اینکه باید تشریف ببرید توی چیز کی جی جی. هم برای اونایی که ایران هستن بگم که یه اپلیکیشن مثل دقیقا دیوار خودمون توی ایران، باید برن اونجا ماشین پیدا بکنن. ولی خب قطعا اونجا پر از دیلره، باید شما بپرسید از طرف که دیلر نباشه، مثلا شخص باشه، برید از یه شخص مصرف کننده بخرید. اینجوری ماشین رو هم قیمت مناسب تر میتونید پیدا بکنید، هم
اینکه خب فکر میکنم ماشین سالمتری رو میشه پیدا کرد، چون دیلرای اینجا، چون نمایشگاهی های خودمون به قول معروف اسمی که میگفتیم توی ایران، دقیقا همون چیزا رو، همون کلک زدن ها رو، همون همه اون چیزا رو، همون دروغ گفتن ها رو، همه رو دارن. ماشین رو بزک میکنن، ایراد داره، پوسیدگی داره، میان روش یه بتونه، یه پلاستری با دست میکشن، یه رنگ با اسپری میکنن، شما اصلا نمیبینید و به شما میفروشن. و پس بهتره که از اونا بخرید و ماشینی که میخرید و قبل از اینکه معامله بکنید و کاغذی بنویسید و پولی بهشون بدید، حتما دارید اینسپکشن. مثلا کندیان تایر میشه این کارو کرد، یا حتی اگر مکانیکی دارید، اینسپکشن یعنی همون معاینه فنی که خودمون مثلا توی ایران داشتیم، کسی میومد معاینه فنی میکرد، میبرید اونجا معاینه فنی بکنه ماشینو تا از سلامت گیربکس و موتورش کاملا مطمئن بشید و حالا کف ماشین و زیر ماشین رو جک بزنن، ببینن پوسیدگی خاصی نداشته باشه، ایراد بدنه و ظاهری نداشته باشه. رنگ ماشین هم که خب اینجا مثل ایران نیست، خیلی مهم نیست که ماشین رنگ داره یا نداره، مثلا گلگیرش خورده یا نخورده. توی سلامتی ماشین اگر تأثیر نداشته باشه خیلی رنگ داشتن مهم نیست. و یه چیز دیگه هم اینجا داره برای ماشین، کارفکس بهش میگن. کارفکس اون نامه‌ای که از بیمه میگیرید، چون از روی اون نامه میفهمن که ماشین تصادف جدی داشته یا نداشته. چطوری؟ این که اون توی اون نامه ننوشته که مثلا کجای ماشین خورده، گلگیرشه، درشه کجاست. اینجوری ازش متوجه میشن که مثلا یه ماشینی، مثلا یه مرسدسی که مثلا قیمتش 30,000 دلاره، وقتی یه کارفکسی داره که 10,000 دلار اینشورنس شرکت بیمه پرداخت کرده بابت یه تصادفی برای این ماشین، خب از اون متوجه میشین که 10,000 دلار خیلی مبلغ زیادیه، ماشین خیلی تصادف جدی داشته و این ماشین ماشینیه که احتمالاً ماشین سالمی نیست. از رو نامه کارفکسش میفهمن، وگرنه راه دیگه‌ای خیلی نداره، چون اینجا پارتو میگیرن و عوضش میکنن و روش هم یه رنگ میپاشن و خیلی هم رنگ مهم نیست. کارشناس رنگ هم من اینجا ندیدم تا حالا کسی باشه. کارشناس فنی هست ماشینو از نظر موتور و گیربکسش بررسی بکنه، یا از نظر پوسیدگی بدنه بررسی بکنه، ولی از نظر رنگ دار بودن بدنه من ندیدم تا حالا. این کارم خودم نکردم اصلا. و اینکه خدمتتون عرض بکنم، یه روش دیگه هم اینه که خب از مستقیم از نمایشگاه ماشین، از بنگاه ماشین بخرید، که این رو من خیلی پیشنهاد نمی کنم، چون میگم ماشینای سالمی خیلی بهتون نمیدن. ولی خب اگر مجبور باشید بالاخره باید باز هم اینسپکشن بکنید به نظر من ماشین رو، چون ماشین ناسالمی بهتون نده. و بهترین گزینه‌ای که دارید برای خرید ماشین اینه که از نمایندگی بخرید و ماشین صفر بخرید. و خدمتتون عرض کنم که فقط مشکلی که هست اینه که نمایندگی ها ماشیناشون معمولا ماشین در کار کرده شون، ماشین کار کرده نمایندگی ها یه ذره از قیمت بازار گرونتره. مثلا یه ماشین 25,000 یا 30,000 دلاری شما باید تقریبا 2,000 تا 3,000 دلار گرونتر بخرید، ولی خب خیالتون راحت تره دیگه. اگر ماشین آخره گارانتیش باشه میتونید ازشون اکستندد گارانتی بگیرید، یه پولی 1000 دلار مثلا شارژتون میکنن، 20,000 کیلومتر دیگه هم ماشینتون رو اضافه گارانتی میکنن اگر ایرادی نداشته باشه. ماشینتون هر مشکلی براش پیش بیاد به شما خدمات میدن، میرید اونجا ماشینتون رو پارک میکنید، اگر ماشینتون خراب بشه و به شما یه روز، دو روز، سه روز تا موقعی که ماشینتون آماده میشه به شما یه ماشین دیگه میدن که بتونید کاراتون انجام بدید باش. و اینم خوب از خوبیه اینه که از نمایندگی ها خرید بکنید. ولی خب میگم یه ذره گرونتره دیگه، باید پول بیشتری بدید. و توصیه من این که ماشین صفر بخرید، مخصوصا تو بازار الان، چون قیمت ماشین کار کرده یکی دو سال کار کردن با قیمت ماشین صفر کیلومتر داره برابری میکنه، برای اینکه ماشین خیلی کمه تو بازار و شما مثلا باید بریم توی لیست انتظار 2 ماه 3 ماه 6 ماه بمونید تا ماشین تحویل بگیرید. من توصیه‌ام اینه که ماشین رو اینجوری از نمایندگی ها بخرید و ماشین 0 کیلومتر بخرید اگر پولشو دارید. اگر پول ندارید اینقدری و میخواید ماشین ارزون تر بخرید، در حد 6-7,000 دلار، 10,000 دلار اینا، که خب از توی مارکت پلیس و کیجیجی برید این کارو بکنید، پیدا کنید بخرید. و توصیه منم اینه که ماشین زیر 6-7,000 دلاری اصلا سمتش نرید، چون ماشینی نیستش که برای شما کار بکنه و همش هر چی که پول در میارید باید خرج اون ماشین بکنید. مطمئنا قیمت‌های بالای 8-9,000 10,000 دلار احتمالاً یه ماشین مطمئن تری که هم کاراتون رو بتونید باهاش انجام بدید و خیلی هم خرج رو دستتون نذاره میتونید پیدا بکنید.
مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، ممنونم ازتون. اگر ویدیو به دردتون خورد لطفا سابسکرایب بکنید و لایک هم بکنید. مرسی، خدا نگهدارتون.